آقا محمد مهدی مدافع حرم بی بی زینب، آسمانی شدنت مبارک. هفته گذشته مراسم تشییع جنازه پاسدارانی که در حمله هوایی اسرائیل به پایگاه نظامی سپاه در سوریه معروف به تیفور کشته شده بودند در چند شهر ایران برگزار شد. در اثر حمله اسرائیل 7 پاسدار کشته و تعداد زیادی زخمی شدند که برای 4 نفر از آنان مراسم تشییع جنازه رسمی با حضور مقامات ارشد سپاه برگزار شد. بسیاری از کارشناسان مسائل خاورمیانه حمله اسرائیل به پایگاه رژیم در سوریه را یک نقطه عطف در تحولات منطقه دانسته و سناریوی جنگ مستقیم اسرائیل و جمهوری اسلامی را به طور جدی مطرح می‌کنند. حسن نصرالله رهبر حزب الله لبنان نیز در سخنرانی خود در بیروت حمله اسرائیل به پایگاه سپاه در سوریه را شروع یک دوران جدید معرفی کرد و وعده داد که رژیم ایران با آن پاسخ سختی خواهد داد. و من به اسرائیلی‌ها می‌خواهم بگویم که باید بدانند که آنها خطای تاریخی و اشتباه تاریخی مرتکب شدند. این یک خطای عادی نبود و یک حماقت بزرگ مرتکب شدند و آنها خودشون را در جنگ مستقیم با ایران قرار دادند، با جمهوری اسلامی ایران، با این تجاوز. و ایران ای صهیونیستا یک کشور کوچک نیست و یک کشور ضعیف نیست و یک کشور ترسویی نیست. شما به خوبی این مسئله را میدانید. میخواهم به شما بگویم در تفسیر این حادثه که این حادثه حادثه مفصلی و نقطه عطفی است در منطقه. قبل از آن یک چیز بود و بعد از آن یک چیز دیگری خواهد بود. شما مسیر باز کردید، یک مسیر جدیدی در مقابله که قابل ارزیابی نیست و شما رو در رو و به طور مستقیم با جمهوری اسلامی ایران قرار گرفتید. در گذشته اسرائیل بارها کاروانهای سلاح و موشک رژیم که از سوریه به لبنان ارسال می شدند را هدف قرار می داد. در یکی از این حملات فرمانده ارشد سپاه قدس در سوریه و لبنان پاسدار حسن شاطری که با نام مستعار حسام خوشنویس شناخته می شد کشته شد. در ژانویه 2015 نیز یک گروه کماندویی سپاه که به بلندی های جولان در مرز سوریه و اسرائیل رفته بودند مورد حمله اسرائیل قرار گرفت که در آن فرمانده ارشد سپاه در منطقه محمد علی الله دادی و همچنین جهاد مغنیه فرزند عماد مغنیه فرمانده کل نظامی حزب الله کشته شدند. عماد مغنیه نیز قبلا توسط نیروهای اسرائیلی در سوریه کشته شده بود. در 10 فوریه یک پهپاد سپاه پاسداران که مجهز به مواد منفجره بود وارد خاک اسرائیل شد و توسط نیروهای پدافند اسرائیل سرنگون گردید. اسرائیل این واقعه یعنی حمله مستقیم سپاه پاسداران به خاک خود را عبور از یک خط قرمز دانست و برای تلافی به چند پایگاه نظامی سوریه حمله نظامی کرد. در این حملات یکی از جنگنده‌های اسرائیل مورد اصابت موشک ضد هوایی قرار گرفت و در خاک اسرائیل سرنگون شد. پهپاد سپاه که به خاک اسرائیل وارد شده بود از پایگاه تیفور در استان هومس که یکی از پایگاه‌های اصلی رژیم در سوریه است به پرواز در آمده بود. از این رو در 9 آوریل اسرائیل حمله بسیار گسترده‌ای علیه این پایگاه انجام داد که طی آن تلفات بسیار سنگینی به سپاه وارد شد. حال این سوال به طور جدی مطرح است که آیا روند کنونی به جنگ بین اسرائیل با جمهوری اسلامی منجر می شود؟ آیا رژیم ایران برای خروج از بحران‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی مرگباری که در داخل کشور با آن روبروست دست به جنگ افروزی خارجی می زند؟ نگاهی به وضعیت سوریه بیاندازیم. در این نقشه مناطق کردنشین شمال سوریه در کنترل نیروهای کرد مورد حمایت آمریکا و در شمال غربی در کنترل نیروهای مورد حمایت ترکیه هستند. مناطق صعب در شمال غربی و در جنوب شرقی در مرز اردن در کنترل نیروهای مخالف قرار دارد. مناطق خاکستری در کنترل باقی مانده نیروهای داعش است و مناطق قرمز در کنترل بشار اسد و نیروهای وابسته به سپاه پاسداران.
حزب الله مناطق زرنگ مرز سوریه با لبنان را در کنترل دارد. سپاه پاسداران نیز با ایجاد پایگاه‌های متعدد نظامی در سوریه، به ویژه در حومه دمشق و در مناطق نزدیک به اسرائیل، زمینه حضور دراز مدت نظامی در این کشور را فراهم می‌کند. نیروهای شبه نظامی وابسته به سپاه قدس در عراق و سوریه عملاً این دو کشور را در کنترل نظامی خود دارند و یک کریدور زمینی از تهران به دریای مدیترانه تا مرزهای شمالی و شرقی اسرائیل به وجود آوردند. همه این اقدامات رژیم در منطقه از لبنان تا یمن و در سوریه و عراق را باید در چارچوب استراتژی رژیم برای تسلط بر منطقه تعریف کرد و این استراتژی روی یک دستگاه ایدئولوژیک، یعنی جنگ دائمی جهان اسلام با استکبار و تلاش برای نابودی اسرائیل بنا شده است. در حقیقت جنگ صلیبی با اسرائیل مهمترین پایه تعیین کننده در سیاست خارجی رژیم از روز اول تشکیل جمهوری اسلامی تا کنون بوده است. از اولی که در این امور و در این نهضت وارد شدیم، یکی از مسائل مهم ما این بود که اسرائیل باید از بین برد. ما رژیم صهیونیستی رو یک رژیم نامشروع و حرامزاده می دانیم. هر جا، هر ملتی، هر گروهی با رژیم صهیونیستی مبارزه کنه، مقابله کنه، ما پشت سر رژیم و کمکش می کنیم. نابودی اسرائیل گامی ضروری برای تشکیل خاورمیانه اسلامی به رهبری رژیم ایران است. فلسطین آزاد خواهد شد، در این هیچ شبهی نداشته باشید. فلسطین قطعا آزاد خواهد شد، به مردم فلسطین برخواهد گشت، در اونجا دولت فلسطینی تشکیل خواهد شد. شکی نیست که بر اساس حقایقی که خدای متعال تقدیر کرده است، خاورمیانه جدید شکل خواهد گرفت. این خاورمیانه، خاورمیانه اسلام خواهد بود. اصولاً رژیم ایران دخالت گسترده نظامی در سوریه برای حفظ رژیم بشار اسد را نیز در همین چارچوب، یعنی جنگ با استکبار، بقای حزب الله لبنان و حفظ جبهه مقاومت در برابر اسرائیل تعریف می‌کند. موضعمون در موضوع سوریه و عراق صرفاً ایرانی نیست. تنها از موضع منفعت ملی عمل نمی کنیم، از موضع منفعت جهان اسلام عمل می کنیم. سوریه این برای دفاع از اسلام، نه برای دفاع از حرم حضرت زینب. تمام کفر به جنگ اسلام اومده. بحث ما دفاع از یه حرم نیست، دفاع از یه ذریع و یه قبله و بارگاه نیست که اگر امنیتش تأمین شد ما بگیم پس ما دیگه مسئولیتی تو سوریه نداریم، پس ما دیگه مسئولیتی تو لبنان نداریم، پس ما دیگه مسئولیتی نسبت به فلسطین نداریم. که جبهه الان سوریه جبهه اسلام در مقابل کفره، جبهه حق در مقابل باطله. چرا که ما عقیدمونه که جبهه اینور حقه، به این جهت که جبهه اینور مدافعش حضرت آقاست، جبهه اینور مدافعش سید حسن نصرالله است، جبهه اینور بچه ایران هستن، حزب الله هستش، مجاهدین عراقی هستن و جاهای دیگه، مجاهدین افغانی هستن، اینا اومدن. جبهه اونور کیه؟ اسرائیله. جبهه اونور کیه؟ عربستان هست. جبهه اونور کیه؟ ترکیه هست. جبهه اونور کیه؟ قطر. پولهای اماراتی هستش که میاد، امریکا هست، انگلیس هست، فرانسه و کشورهای اروپایی که با اینا. امروز سوریه از لبنان و از عراق و از یمن و از بحرین از همه جا برای ما مهمتره، چون سوریه نقطه اتصال سواره است. سوریه هم مرز با سرزمین اشغالی است، برای ما مهم اینا. اهدافی داریم که سوریه از اتحاد فرماد هر کاری میتوانید برای سوریه انجام بده. ما از چه طریقی در شرق مدیترانه حضور پیدا می کردیم و از فلسطینی ها و لبنانی ها حمایت می کردیم و یک جبهه به هم پیوسته ای را از ایران تا سوریه تا لبنان تا فلسطین شکل می دادیم؟ هاب این اتصال، یعنی نقطه کانونی این پیوند، سوریه بود. اگر سوریه از این زنجیره جدا می شد، اتصال ما با محیط فلسطین و لبنان و سوریه گسسته می شد. امروز در مقابل جهان استکباری و شیطان بزرگ جبهه تشکیل شده به نام جبهه مقاومت. آقا می فرماد که این اردوگاهی که ما این ور تشکیل دادیم
اردوگاه انقلاب اسلامی با تابلوی مقاومت، تنها کشوری که در جبهه مقاومت تو جهان عرب و کشورهای عرب باقی مانده سوریه است. هیچ کشوری دیگه تو جبهه مقاومت باقی نمانده، همه رفتن معامله کردن، مذاکره کردن، اسرائیل رو به رسمیت شناختن. جبهه مقاومته، بس سوریه نیست. اگر امروز حزب الله دستاورد بزرگ جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی که حزب الله است تو منطقه، اگر سوریه نبود حزب الله وجود نداشت. به همین ترتیب در دستگاه تبلیغی رژیم انتقام پاسدارانی که در سوریه کشته شده اند نیز فقط با نابودی اسرائیل محقق می شود. قصاص خون عماد برچیدن و بنیانکن کردن این رژیم کودک کش صهیونیستی است. انتقام خون حججی تنها با نابودی اسرائیل فراهم می شود. ما به عشق حسین اسرائیل را نابود خواهیم کرد. اسرائیل به سر بریده شهید حججی قسم، سرهای سردمدارانتان را از بدن جدا خواهیم کرد. اکنون رژیم ایران پس از 6 سال دخالت نظامی در سوریه، مشارکت در قتل عام بیش از 500,000 نفر از مردم این کشور و با صرف بیش از 100 میلیارد دلار به آرزوی دیرین خود دست یافته و با استقرار نیروهای سپاه در سوریه به طور مستقیم و بی‌واسطه در مقابل اسرائیل قرار گرفته است و تهدید علیه موجودیت اسرائیل را به طور مستمر افزایش می‌دهد. اما اسرائیل که با تهدید حزب الله در مرزهای شمالی خود روبروست، استقرار دائمی نیروهای سپاه در سوریه و در مرزهای شرقی خود را خط قرمز می‌داند و بدون تردید با آن مقابله خواهد کرد. با ادامه این روند درگیری‌های نظامی بیشتر و چه بسا یک جنگ تمام عیار دور از انتظار نیست. رژیم ایران که با ورشکستگی کامل اقتصادی و بنبست سیاسی در کشور روبروست و خطر شورش گرسنگان موجودیتش را به طور جدی مورد تهدید قرار می‌دهد، با افزایش دخالت نظامی در سراسر منطقه و تشدید تخاصمات با اسرائیل و عربستان و ایجاد بحران خارجی، سیاست فرار به جلو را برگزیده است که در نهایت نتیجه‌ای به جز ورشکستگی بیشتر و تسریع سرنگونیش نخواهد داشت.